کابینه احتمالی و فرضی حکومت همه‌جمهور دکتر عبدالله عبدالله. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. کابینه احتمالی و فرضی حکومت همه‌جمهور، به نقل از صفحه وبلاگ گزارشنامه افغانستان، منبع موثق، لست کابینه حکومت همه‌شمول بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله. لست کابینه تکمیل نمی باشد، تغییرات وجود دارد، با شما شریک خواهد شد. صلاح الدین ربانی، مشاور امنیت ملی. عبدالقهار عابد، رئیس دفتر رئیس جمهور. همایون قیومی، رئیس اداره امور. سید طیب جواد، وزیر امور خارجه. رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی. محمد ظاهر قدیر، رئیس عمومی ارگان های محل. یار محمد دوستم، قمندان رجال برجسته. فضل احمد معنوی، وزیر امور داخله. دگر جنرال عبدالبصیر سالنگی، معین مواد مخدر. بسم الله خان، وزیر دفاع ملی. سردار رحمان اغلی، وزیر مالیه. همایون فوزی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله. سردار محمد رحیمی، وزیر معارف. قربان حقجو، وزیر تجارت. مزمل شینواری، وزیر اقتصاد. نجیب آقا فهیم، وزیر عدلیه. انجینیر عثمانی، وزیر فواید عامه. ناطقی، وزیر پارلمان. حاجی بن محمد، وزیر سالخو. دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه. دکتر کنشکا، وزیر کار امور اجتماعی. فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی. شایسته خان ناصری، وزیر اقوام و قبایل. جنرال احمد زی، معاون اول وزارت دفاع ملی. راحله دوستم، وزیر امور زنان. پریسا شمس سادات، معین وزیر امور زنان. نوررحمان اخلاقی، معین سیاسی وزارت خارجه. دکتر صلاح الدین برهانی، وزیر عودت مهاجرین. بریالای ارسلایی، وزیر مخابرات. مسعود احمد مسعود، معین اداری وزارت خارجه. بشیر احمد تیانج، وزیر ضد حوادث. علی امیری، وزیر تحصیلات عالی. فاضل سنجارکی، وزیر اطلاعات فرهنگ. دگر جنرال عبدالستار قاسمی، قمندان کل اردوی 209 شاهین. حاجی محمد آصف عظیمی، والی ولایت سمنگان. نوررحمان رحمانی، والی ولایت سرپل. جنرال مصطفی، والی ولایت بغلان. مولوی حیات، والی ولایت جوزجان. سید شمس الدین سادات، والی ولایت بلخ. احسان الله قوانچ، والی ولایت فاریاب. خیر محمد تیمور، والی ولایت تخار. امان الله نبیزاده، والی ولایت بدخشان. ظاهر وحدت، والی ولایت قندوز. جنرال میرعلم خان، قمندان ولایت قندوز. سناتور غلام عباس اخلاقی، والی ولایت بامیان. این در حالی است که روز قبل دکتر عبدالله عبدالله، رئیس جمهور حکومت همه‌شمول، در یک اعلامیه بیان کرد: با در نظر داشت منافع ملی افغانستان، اوضاع پیچیده داخلی و بین المللی و با تعهد به پاسداری از مردم سالاری و رای پاک مردم، آمادگی خیش را برای بیرون رفت از بحران سیاسی ناشی از تقلب های انتخاباتی از طریق مذاکره و گفتگو اعلان کرده بودیم.
ما با برخورداری از حمایت همه جانبه مردم و در اختیار داشتن گزینه های قانونی برای تعامل و برخورد با وضعیت کنونی مسئولان تلاش کردیم تا بحران کنونی را از طریق مذاکره حل نماییم. حل این بحران و به اراده و تصمیم دو طرف بستگی دارد و اقدامات یک جانبه و شتاب زده وضعیت را پیچیده تر می سازد. از اعلامیه اخیر رهبران و بزرگان کشور که برای بیرون رفت از بحران سیاسی تلاش می کنند استقبال نموده و با تمدید مهلت مدت از مذاکره برای حل بحران سیاسی کنونی با ایشان آماده همکاری هستیم. در این حال رهبران سیاسی از رئیس جمهور غنی خواستند تا مقرری های تازه را توقف دهد. عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی و حامد کرزی رهبران سیاسی کشور در یک اعلامیه مشترک از رئیس جمهور غنی خواستند تا مقرری های تازه خیش را توقف دهد. در این اعلامیه که روز یک شنبه ابدوم حمل نشر شده است، پیشنهاد نمودند تا جلالت ماب دکتر محمد اشرف غنی از تعینات مقام های حکومتی برای یک زمان مقتضی صرف نظر نموده و جلالت ماب دکتر عبدالله عبدالله هم میعاد در نظر گرفته شده برای رسیدن به تفاهم را تمدید نماید. این در حالی است که رئیس جمهور غنی اخیراً دست به تعینات کابینه جدید زده بود و برای وزارت های مالیه، خارجه و اطلاعات فرهنگ سرپرست نامزد وزیر معرفی کرده است. در اعلامیه این سیاسیون آمده است که تلاش های همه جانبه برای رسیدن به تفاهم به خوبی جریان دارد. همزمان با این، الیس ویلز دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیا جنوبی و مرکزی گفته است که کمک های جهانی نیازمند همکاری با یک حکومت همشمول در افغانستان است. او در پیام در صفحه توییترش نگاشته است که کمک کنندگان بین المللی نمی توانند در افغانستان کارشان را به گونه عادی ادامه دهند. روز گذشته یکی از سخنگویان عبدالله گفته بود تا هنگامی که نتایج انتخابات ریاست جمهوری باطل اعلام نشود بحث ها درباره توافق روی یک طرح برای ایجاد یک حکومت همشمول در کشور بی نتیجه خواهد بود. رئیس جمهور غنی دو روز پیش در دیدارش با شماری از اعضای نمایندگان در ارگ گفت که از عبدالله خواسته است تا رهبری شورای عالی صلح را به عهده بگیرد و نیز همکارانش را برای عضویت در کابینه معرفی نماید. جنجال های انتخاباتی میان اشرف غنی و عبدالله پس از آن بالا گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله نپذیرفت و گفت که خودش حکومت همه شمول ایجاد خواهد کرد. سرانجام هر دو به تاریخ 19 مرحوت مراسم های جداگانه تحلیل برگزار و خودشان را رئیس جمهور اعلام کردند. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر خدا یار و نگهدارتان.